وزارت امور مهاجران افغانستان خواستار رفع محدودیت روادید ایران برای افغانستانی ها شد تا به این وسیله از تردد غیرقانونی جلوگیری شود در بیانیه وزارت امور مهاجران افغانستان آمده است که ایران و افغانستان باید راهکاری عملی را ایجاد کنند تا از تردد قاچاقی و غیرقانونی اتباع افغانستان از مرز بین دو کشور جلوگیری به عمل آید در این اطلاعی اضافه شده که بارها از طریق منابع مختلف در مورد پیامدهای ناگوار مهاجرت های قاچاقی اطلاع رسانی شده اما با توجه به وضع کنونی کشور و جبر زندگی شهروندان افغانستانی در شماری از موارد با چنین پیامدهای تکان دهنده روبرو می شوند سفارت ایران چند هفته پیش در اطلاعی از آغاز ارائه خدمات کنسولی برای افغانستانی ها خبر داد و گفت که خدمات کنسولی و صدور روادید از مسیر هوایی از سر گرفته شده است. اخیرا نیز در رسانه های افغانستان و فضای مجازی خبری پخش شده که میگوید 23 نفر از 57 مهاجر افغانستانی که به صورت قاچاق وارد خاک ایران شده بودند توسط سربازان مرزی ایران در رودخانه هری غرق رود شدند هرچند نهادهای ایران و سخنگوی وزارت خارجه این کشور این خبر را رد کردند اما وزارت خارجه افغانستان ضمن ابراز تأسف از این رویداد اعلام کرد که هیئتی را به ریاست معاون وزارت امور خارجه خود برای بررسی این رویداد تشکیل داده است. ایران و افغانستان علاوه بر های مذهبی، فرهنگی و تجاری، بیش از 800 کیلومتر مرز مشترک دارند.